مبارزین با جمعی جهات طرحی تهیه شده که این یک به اصطلاح الگوی عملی برای راهبری تلاش‌های مبارزاتی مردم و داخل و خارج کشور. اینجا کلمه راهبری گفته شده، منظور رهبری نیست. این سازمان رهبری نمیخواد انجام بده، بلکه این کار میخواد این طرح و راه ببره جلو و طرح و پیش ببره، نه اینکه بخواد رهبری مردم رو به عهده بگیره. بنابراین این طرح حاوی چند به اصطلاح نکته است. اول اینکه در این طرح سازماندهی پیکار یک گروه 7 نفره به صورت شورایی این مرکزیت رو انجام خواهند داد که اینها گروه راهبری هستند، که این در نتیجه این کار هم مسائلی که بنده اشاره کردم، جلوگیری از خودکامگی، تکروی، تحویل امیال فردی، شتاب زدگی، ریاست طلبی و پس‌فروشی رو جلوی این کار گرفته میشه. و ویژگی دیگرش به منظور هدف از این کار سازماندهی مبارزه با یک زیربنایی مطمئن این است که برای این کار از ابتدا نحوه و چگونگی گزینش اعضا به ترتیبی خواهد بود که تنها افراد آگاه و شرافتمند و دور از فساد و معتقد به براندازی جذب سازمان خواهد شد. این در استاد 37 قشنگ میتونید مراجعه بفرمایید. و بند بعدی که در استاد 38 دیده میشه، این کار با اعمال روش‌های مراقبت و پوشش‌های مستمر تخصصی منظور اطلاعاتی امنیتی است، راه هر گونه ریاکاری، عدم صداقت، خیانت، پلیدی، شیادی، رخنه و نفوذ عوامل جاسوسی، چون حتما وقتی که این تحقیقات پیاده بشه تمام اون راههایی که گفته شد ما بریم جلو، در هر صورت دشمن ما که جمهوری اسلامی سعی میکنه در این کار نفوذ بکنه و تمام کار مختل بکنه، کمایی که دیدیم در تمام سازمانه گذشته کم و بیش موفق بودن. این برای اینکه جلوگیری بکنیم به خصوص این عوامل جاسوسی که نتوانند از مأموریت ها افراد و یا شناسایی مبارزان در داخل کشور اطلاعی پیدا بکنند. در هر صورت همونطوری که قبلا گفتم با توجه به روز کردن اطلاعات این وقت طوری باشه که هیچ واقع غیر منتظری نتونه این برنامه رو به هم برزن. در این طرح انضباط دیسیپلین سازمانی هم توی گفتم بایستی در اصلاحی 40 ملازم میکنید بر اساس اطلاع و تعهد و عرض کنم که اعتقاد به ملیگری و اینی که این وظیفه ملی برای خودشون افراد تلقی بکنن این کار رو انجام بدن. بنابراین بایستی بر مبنای تعهد به آرمان‌های وطن پرستی خود مکلف به رعایت مقررات این سازمان باشن و نه هدف منظور جاه طلبی و ابن الوقتی و ریاکاری و یا روابط دوستانه بین افراد باشه. عرض کنم که برای اینکه هر گونه عمل شتاب زده وجود نداشته باشه، هر کاری در این سازمان هم توی در اسناد 47 مناظر می فرمایید بایستی با تصمیم شورا باشه و نه اینکه اگر در یک محل یک مرتبه اطلاعی برای شخصی که حتی مورد اعتماد هم هست قرار میگیره بلافاصله یک عمل خیال بافانه انجام بده و به صورت خودسرانه کاری انجام بده. بنده یه توضیح عرض بکنم، منظور اینه که وقتی سازمان داره کار انجام میده، اگر فرد بفرمایه چه میدونم در تربت یا قائنات یا در یه محل دیگه ای اون فرد که مسئول این کاره متوجه شده که یه امکانات فراهم است، فعل بدای خودش نباید تصمیم گیری بکنه مگر اینکه این اختیار قبلا بهش داده شده باشه، مگر بعدی بایستی بیاد قبلا در اون شورا و جزء طرح‌آینده باشه. یه بار من اضافه کردم عرض کردم راجع به این دکترین آینده یا اون طرح‌های بازسازی آینده، این است که بنده فکر میکنم که این یکی از اون عوامل بسیار بسیار اساسی است و اون در اسلاید 42 ملاحظه می‌فرمایید که در این طرح کلی رکن دکترین آینده یا طرح بازسازی آینده، طرح‌های جامعه کوتاه و دراز مدت آینده، اینا نقش اساسی خواهد داشت، به خصوص عملیات فوری که لازم است بعد از براندازی انجام بگیره بعد طرحش از پیش آماده باشه. تا به طوری که در استاد گفته شده
بتواند با توجه به فوریت و حساسیت اوضاع پس از براندازی و نابسامانی‌های اقتصادی و امنیتی غالب بر جامعه که حتما وجود خواهد داشت در کوتاه‌ترین زمان ممکن دگرگونی‌های لازم رو تدارک ببینه. بنابراین در این چهارچوب همه تخصص‌ها، همه مردان و زنانی که به نحوی از آنها مستقیم و غیر مستقیم می‌توانند کمکی بکنند در اینجا ویلکام هستن، ازشون دعوت خواهد شد که بیایند با توجه به اینکه هر کدوم دیدشون مختلف سریقا حتما یکی نخواهد بود و این برخورد عقاید و سلاق مختلف باعث خواهد شد که طرحها طرحهای عملی باشه، که البته بنده توضیح بکنم در این زمینه از دو سال پیش کنگره همبستگی مشغول کار شده و تعدادی از شخصیت‌های دانشگاهی و مشاورین مشغول این کار هستند که بسیاری از این طرحها به مراحل پیشرفتش هم رسیده که این در موقع لازم به اطلاع هم میهنان خواهد رسید. در هر صورت مهمترین عاملی که وضع این کنگره رو و این طرح رو با بقیه طرح متمایز میکنه در اسلاید 43 لطف بفرمایید مطالعه کنید. بنده اینجا مجبورم عیناً از رو قرائت بکنم برای اینکه بیشتر روش تاکید بکنم. گفته شده یکی از خصوصیات هشتم این طرح، از اونجا که انگیزه هر فرد در انتخاب راه اصیل مبارزاتی با هوشمندی و وجدان میهن پرستی او پیوند و باید بر پاسداری از شرافت معنوی و بی‌اعتنایی بر مظاهر مادی استوار باشد، بنابراین این طرح به خلاف طرح‌های گذشته‌ای که عملا دیدیم، این طرح به کیفیتی پایریزی شده که در آن جریان پول حاکم نبوده و از جذب نیروهای اجیر شده به شدت پرهیز می‌گردد. به طور خلاصه دیدیم در گذشته سازمان‌هایی که با نیت‌های میهن پرستانه به وجود آمدند و واقعا جنبه ملی کارشون بسیار شایسته بود، ولی چون افرادی که در اونجا فعالیت می‌کردند این سازمان به عنوان یک سازمان اداری و وزارتخونه و حقوق بگیر اون سازمان بودن، به محض اینکه اون منبع پول قطع شد یا اون فرد اول سازمان از بین رفت، اون سازمان به کلی اصلا پاشید و یا در بعضی هم دیدیم که اصلا تر لو رفت و در نتیجه تعدادی از هموطنان بسیار بسیار شایسته ما به تیغ جلادان جمهوری اسلامی گرفتار شدن. خلاصه در این طرح درآمدها و هزینه های کل سازمان از طریق یک هیئت امرای مالی مرکب از افراد خوشنام و بی‌نیاز مسلط به امور مالی و بانکی که هیچ گونه وابستگی عملی مستقیم با سازمان براندازی ندارند مورد نظارت و رسیدگی قرار خواهد گرفت. در نتیجه همونطوری که بارها اشاره شده و در اساسنامه کنگره همبستگی به صراحت آمده است،